خب من زنجیره آخرم رو زدم، به سه تا زنجیره اولم وارد میشم، بستم رو میزنم، یک زنجیره میزنم و یک مقدار از نخ رو قطع میکنم. ببینید این رج باید بافت شما به این صورت در اومده باشه. خب طبق معمول به پشت کارم هم وارد میشم، نخهای سبز و سفید اضافه رو قطع میکنم، نخ سبزم رو هم به پشت کارم منتقل میکنم که برای شروع بافت بعدیم کاملا داخل کارم مخفی و محکم بشه. خب من نخ جدیدم رو وصل میکنم، به یکی از فاصله های دو زنجیرم رو وارد میشم، کار رو تکرار میکنیم در گوشه ها، سه تا زنجیره، دو تا پای بلند دیگه کنارش، دو مرتبه دو تا زنجیره و سه تا پای بلند دیگه در همون فضای دو زنجیره ای دوست عزیزم میبافی. دو و سه. خب حالا ببینید اینجا من یک زنجیره میزنم، نخ رو به دور قلاب، به اولین فضای یک زنجیره‌ای که رسیدم یه دونه پای بلند میبافم. دو مرتبه نخ رو به دور قلاب بگیرین، نخ سفیدتون پایه وسط، دو مرتبه از روش رد میشم، رنگم رو نخم رو میگیرم و پای بلند، پای دوبلم رو برجسته از رو میبافم، نخ به دور قلاب، یه پای بلند دیگه در کنارش میبافم، دو مرتبه یه زنجیره میزنم، یه فضای یک زنجیره دیگه دارم، یه دونه پای بلند میبافم، دو مرتبه نخ رو به دور قلاب. این ستایی ها رو در نظر بگیرین که مال من با رنگ سفید هست، نخ به دور قلاب دو مرتبه و سه مرتبه پایه برجسته از رو بافته میشه و یک پای بلند دیگه، دو مرتبه یک زنجیره میزنم در گوشه ها که گفتیم کار تکرار میشه، سه تا پای بلند، دو تا زنجیره و سه پای بلند دیگه. خب دوستان دو مرتبه کار رو ادامه میدم، وقتی گوشه رو بافتم یک زنجیره میزنم، اولین فضای تک زنجیره ایم، یک پای بلند، دو مرتبه نخ رو به دور قلاب میگیریم، سپایه زیرمون که سفید بود در گوشه، یک نخ رو به دور وسط میگیرم، قلاب رو کامل از زیر پایه رد کنید، نخ رو خارج کنید و بافته پایه دوبل برجسته از رو رو انجام بدیم، در کنارش کار رو به کنار بکشین و یک پای بلند دیگه همونجا ببافین، یک زنجیره دو مرتبه کار تکرار میشه در فضای یک زنجیره. یک پای بلند بافتم، دو مرتبه نخ رو به دور قلابم گرفتم، پایه وسط رنگ سفیدم قلابم رو از رو رد میکنم، پایه دوبل برجسته از رو رو میبافم، نخ به دور قلاب، در همون فضا یک پای بلند دیگه میبافم، دو مرتبه یک زنجیره، به گوشه کار که رسیدم دو تا زنجیره یایی که داریم، سه تا پای بلند، دو تا زنجیره و سه تا پای بلند دیگه همونجا میبافیم. ببینید دوستان باید به این صورت این رج رو هم ببافیم، به این صورت. خب این رج هم به پایان رسید. من زنجیره آخر رو میزنم، به سه زنجیره اولم وارد میشم، نخ رو میگیریم، خارج میکنیم از زنجیره آخر، یه دونه زنجیره میزنم و یک مقدار از نخ رو قطع میکنم. خب ببینید دوستان این رج رو هم به این صورت شما باید به پایان ببرید، بعدن که این سوزن کشیش رو هم باید به همین صورت انجام بدین، کار رو بکشین، چهار طرفش رو با نظم سوزن بزنید. چقدر موتیف زیبایی هست، طرحش هم برجسته است، وقتی دست میکشید روش خیلی قشنگه. خب برای شروع رج بعد و رنگ بعدیمون، نخ رو به سمت پشت کار میبرم. خب
ببخشید نخم گره خورده بود، گرهشو باز کردم. خب باز هم از فاصله دو زنجیره‌ای کارمون رو شروع میکنیم. مثل رچهای قبل سه زنجیره میزنیم و دو تا پای بلند هم در همون فضا در کنار سه زنجیرمون میزنیم که سه پای بلند اولمون بافته میشه. دو مرتبه دو تا زنجیره میزنم در همین فضا که گوشه کار هست، سه تا پای بلند دیگه بافته میشه. دو و سه. خب یک زنجیره میزنم در فضای یک زنجیره. ببینید، یک پای بلند میبافم، دو مرتبه نخ رو به دور قلاب میگیرم، رنگ سبز که اینجا پایین بود وارد وسط و پایه وسط میشم و بافت برجسته از رو رو انجام میدم. دو مرتبه در همون فضا یک پای بلند دیگه میبافم، یک زنجیره میزنم در فضای بعدی، دو مرتبه یک پای بلند میبافم، دو مرتبه نخ رو به دور قلاب میگیرم. پای بلند برجسته از رو بود اینجا، رنگ سبز بافته شده برای من. قلاب رو ببینید، از روش رد میکنم، نخ رو میگیرم خارج میکنم و پای بلند برجسته از رو رو میبافم. کار رو به کنار میکشم، یک پای بلند دیگه میبافم، یک زنجیره، دو مرتبه در فضای خالی بعدی، اول یه دونه پای بلند، دو مرتبه نخ رو به دور قلاب میگیرم، رنگ سبز برای من بافته شده است در رجب زیر، قلاب رو رد میکنم، پای بلند برجسته از رو رو میبافم، دو مرتبه در همون فضا یک پای بلند دیگه میبافم، یک زنجیره میزنم در گوشه کار هم که میدونید سه تا پای بلند، دو تا زنجیره و سه پای بلند دیگه بافته میشه. ببینید این رج باید به این صورت بافته بشه، یعنی توی برای رنگ صورتی کم رنگ که من الان بافتم، پای بلند برجسته از رو به رج رنگ سبزم میرسه. قبلش صورتی پر رنگ بود، الان صورتی کم رنگ. صورتی کم رنگم روی بافتش روی رج رنگ سبز بافته میشه، به این صورت بافتتون در میاد. یک بار دیگه من میبافم، توجه کنید، بعد از بافت گوشه یک زنجیره میزنم، فضای یک زنجیره یا که رسیدیم یک پای بلند میبافم، دو مرتبه نخ رو به دور قلاب میگیرم، در فضای سه زنجیره، ببخشید فضای پایین، پای بلند وسط قلابم رو رد میکنم، نخ رو خارج میکنم، پای دوبل برجستم رو میبافم، در کنارش یک پای بلند دیگه، یک زنجیره میزنم، در فضای تک زنجیره بعد کار رو تکرار میکنم، یک پای بلند، دوبار نخ رو به دور قلابم میپیچم، روی پای بلند برجسته از رو در این رج نخم رو رد میکنم و بافت رو دور تا دور کار باید به همین صورت ادامه بدین. خب دوستان عزیز، این رج هم به این صورت به پایان میرسه و ما وقتی که اتصالمون رو انجام دادیم یک زنجیره میزنیم و مقداری از نخ رو قطع میکنیم. پشت کارم هم میرم، بافتایی رو که انجام دادم نخهای اضافهش رو قطع میکنم که پشت کارم هم مثل روی کار تمیز و مرتب باشه. خب بریم برای حاشیه موتی. نخ رو به دور قلابم، قلاب رو وارد فضای دو زنجیره میکنم، نخهای اضافه رو هم از پشت کارم میگیرم، سه تا زنجیره میزنم، یک دو سه و دو تا پای بلند دیگه در کنار سه زنجیرم میبافم، گوشه کار هست، تکرار میشه، سه تا پای بلند، دو تا زنجیره، در همون جا سه پای بلند دیگه میبافم. یک دو و این هم از آخرین پایه گوشه. یک زنجیره می بافم،
نخ به دور قلاب در اولین فضای تک زنجیره که دارم سه تا پای بلند میبافم. دو و سه. دو مرتبه یک زنجیره میزنم. در فضای خالی بعدی هم سه تا پای بلند. دو و سه. یک زنجیره. فضای خالی تک زنجیره بعدمون هم به همین صورت بافت و همینطور فضای خالی بعدمون. دوستان عزیز لطفاً اول پارت و فیلم رو با دقت ببینید، بعد اگر متوجه نشدید و سوالی داشتید بنده در خدمتتون هستم و در دایرکت یا کامنت سوالاتتون رو جواب میدم. خوشحال میشم که نظرتون رو در مورد هم پیج و آموزش ها برام کامنت بذارین و برام بافتای خوشگلتون رو بفرستین. دوست دارم اونا رو ببینم و در هایلایت قرار میدم. پست رو لایک کنید، اون رو برای دوستانتون ارسال کنید و این موتیف خوشگل و کاربردی رو سیوش کنید که هر وقت دوست داشتین به راحتی داشته باشینش و بتونید ببافید. ببینید به این صورت من یک طرف کار رو تقریبا بافتم. دور تا دور کار رو با نخ سفیدتون به این صورت ببافین که حاشیه دور موتیف هست.